کدام دین بهتر است؟ در دنیای زندگی می‌کنیم که دین‌های بیشماری از جمله دین‌های ابراهیمی، دین‌های شرقی و دین‌هایی که توی غرب ساخته شدن وجود داره. از دین‌های ابراهیمی بگیرید تا دین‌های چینی و شرقی و همچنین دین‌هایی که در غرب ساخته میشن. اما کدومی که از این دین‌ها بهتره؟ تو این ویدیو می‌خوایم با یک مثال خیلی ساده به این موضوع بپردازیم و این موضوع رو برای شما حل کنیم، با یه مثالی که خودتون هم بتونین در اون شریک بشین و متوجه بشین. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارین درباره مسائل دینی و سیاسی و نقد فیلم‌های سینمایی بیشتر بدونین، شبکه ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیویی آپلود می‌کنیم برای شما هم نوتیفیکیشنش بیاد. من علی فرنگمیر هستم و این شبکه میستریزه. میستریز به معنی رازها و اسراره. من توی این شبکه سعی میکنم به مسائل دینی مثل این بپردازم. اما میریم سر اون مثالی که میخواستم بگم. در یک مثال خیلی ساده ما دو تا درخت رو تشبیه میکنیم. یک درخت، درختی که همیشه میوه‌های سالم و خوبی میده که آبدار و سالم و خوشتعمه، خب؟ و در طرف دیگه ما یه درختی رو داریم که همیشه میوه‌هاش تلخ و سیاه و خرابه. ما دو تا درخت داریم ولی هر کدوم میوه‌های متفاوتی میدن. یه درخت میوه‌های خوب میده و یه درخت میوه‌های بد و ناسالم میده. به صورت ساده اگه بخوایم ببینیم، اون درخت سالم به صورت منطقی و عقلی باید ریشه سالم و درستی داشته باشه و اون درختی که میوه خراب و ناسالم و سیاه میده، به صورت منطقی به این نتیجه میرسیم که ریشه خراب و سیاهی داره. یعنی هر چیزی که ریشهش خراب باشه نتیجه های خراب و بد هم میده، ولی اونی که ریشه سالمی داره نتیجه های سالم و خوبی به ما میده. این مثال یه مثال ساده است، اما با اینکه این مثال خیلی ساده بیان شده، اما اگه به علم علوم انسانی هم برید، یعنی در علوم انسانی هم سر کنید، میبینید که همه فلسفه ها میتونن درست باشن و هر کسی میتونه فلسفه خودش رو با دلایلی توجیه کنه و درستیش رو ثابت کنه. اما چیزی که در نهایت فیلسوفا و اونایی که دانشمندان علوم انسانی هستن قبول میکنن، اون فلسفه هست که نتیجه خوبی داده، یعنی نتیجه سالمی به ما داده. ولی در صورتی که هر کسی میتونه فلسفه خودش رو با دلایلی توجیه کنه و بگه درسته، ولی کدوم یکی از اون فلسفه ها واقعا درست تره؟ اونی که در عمل نتیجه بهتری داده، یعنی عملا به ما یک میوه خوبی داده. پس این مثال ساده دوتا درخت سالم و خراب، درخت نیک و بد، این دوتا برای ما همه چیز رو مشخص میکنه. یعنی میتونیم دینها رو هم با اینا مثال بزنیم. حالا مثال من در مورد دینها چطوری میشه در دینها اینا رو تشبیه کرد؟ دینی که سالم باشه میوه های سالمی میده، یعنی آدمایی که تو اون دین هستن آدمای خوبی میشن و کارهای خوبی میکنن و نتایج اعمالشون خوب خواهد بود و انسانهای خوبی خواهند بود و یک نتیجه مثبت اجتماعی رو خواهد داشت. اما اون دینی که نتیجه های بد میده، همیشه باعث میشه که آدما به سمت گمراهی برن، اشتباه کنن و توی جامعهشون مثلا گروه های منفی زیاد درست میشه. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، مثلا اون دینی که مثلا گروه های طالبان و داعش و ISIS و نمیدونم گروه حماس و گروه های تروریستی رو تشکیل میشه، یعنی نتیجه اون دین گروه های تروریستی هست و اون گروه ها آدم ها رو میکشن و اتفاقای بدی میفته، خب پس حتما ریشه اون دین هم ریشه خوبی نخواهد بود. ولی اون دینی که همیشه گروه های توش تشکیل میشه که میرن به آدم ها کمک میکنن، گروه های خیریه درست میشه، گروه های درست میشه که بشارت میدن، میرن کمک میکنن به مردم،
حالا من اینجا که خودم هستم، تو شهری که هستم، پناهنده ها از ایران، از افغانستان میان اینجا زندگی میکنن و از اون ور ما میبینیم خیلی از خارجی ها هستن، از کشورهای اروپایی، از آمریکا میان اینجا، از طرف کلیساهاشون، از طرف اون چیز دینیشون، برای اینکه بیان به مردم کمک کنن و گروه های خیریه‌ای تشکیل میدن. موقع ادیت کردن یادم اومد که اگر این قسمتی رو که از اون ترفندش من استفاده کردم تو ویدیو براتون بخونم از متن اصلیشو بدونید بهتره به نظرم، و به خاطر همین اینجا میخوام کتاب مقدس مسیحیان رو، بخش عهد جدید، انجیل متا رو براتون باز کنم و فصل هفتمش رو از آیه 15 تا 20 تقریبا میشه گفت 5 تا جمله بیشتر نیست، براتون اینا رو بخونم که این قسمت تحت عنوان درخت و میوهش توی کتاب نوشته شده و از فکر میکنم از تمثیل هاییه که خود مسیح به شاگردانش یاد داده بود که میگه از پیامبران دروغین برحذر باش، آنان در لباس گوسفند نزد شما می آیند اما در باطن گرگان درنده اند. آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوته خار و انجیر را از علف هرز می چینند؟ به همین سان هر درخت نیکو میوه نیکو می دهد، اما درخت بد میوه بد. درخت نیکو نمیتواند میوه بد بدهد و درخت بد نیز نمیتواند میوه نیکو آورد. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده میشود. بنابراین آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت. ببینید اینجا من سعی کردم یه روش ذهنی ارائه کنم که با اون روشی که شما یاد گرفتین، این مثال، شما بتونید هر دینی رو برای خودتون بررسی کنین و بفهمین که آیا این دین میتونه کمک کنه به آدم ها یا نه. خب ولی از اون طرف شما اگه برین به تمام دینهای دنیا رو برین بررسی کنین، من خودم شخصا 3-4 تا از دینهای دنیا رو بررسی کردم، مثلا مسیحیت، یهودیت، اسلام کامل میشناسم، متناشون رو مطالعه کردم، کار کردم، دینهای دیگر هم رفتم یه بررسی های کوچیکی کردم، مثلا متنای کتابای شیطان پرستا رو یه مقدار بررسی کردم، خوندم، مطالعه کردم، یا مثلا بودایی ها رو یه مقدار روشاشون رو مطالعه کردم، کار کردم روش و اینا. همه دین های دنیا، حتی اون شیطان پرست تریناشون، شیطان پرستاشون، متناشون که بریم بخونین چیز بدی ننوشته، همشون چیزای خوبی دارن میگه. یعنی شما نمیری اونجا مثلا بخونی آقا اونجا نوشته باشه چه میدونم کار بدی انجام بده، اصلا چیز بدی توش وجود نداره، همشون دارن حرفای خوب میزنن و همشون منطقیه و همشون هم وقتی باهاشون بحث کنید همشون سعی میکنن با توجیه و دلایل منطقی و چیزای استدلالی سعی کنن نشون بدن که کارشون درسته و همه چیز درسته و اوکیه. خب یعنی این قضیه تو همه دین ها هست، هیچ دینی نمیاد چیز بدی بگه یا مثلا بخواد تعریف بدی داشته باشه. خب ولی عمل چی نشون میده که درست هست یا نه؟ در عمل شما ببینید تو اون جامعه‌ای که اون دین رواج داره، ببینید اونجا مثلا چه میدونم مسیحیت تو اروپا رواج داره، اسلام توی خاورمیانه رواج داره، توی شرق دور چین و اینا بودایسم رواج داره، ببینید تو اون منطقه‌ای که این دین رواج داره رفتار مردم با همدیگه، رفتار کلی مردم، نه یه نفر و دو نفر، خب یه نفر دو نفر همه جا آدم خوب داریم، آدم بدم داریم همه جا، ولی رفتار کلی مردم با هم چطوریه؟ رفتار دوستانه همه جا هست بین مردم؟ مردم همدیگر رو کمک میکنن یا نه؟ یا مثلا گروه های شکل میگیره که تو اون جامعه به مردم کمک کنه، گروه های دینی از خود اون دین شکل میگیره که به مفید باشه تو اون جامعه، کمک کننده باشه، مثبت باشه، یعنی که نه
اونجا فقط میبینی که مردم دارن به همدیگه سخت میگیرن. مثلا اونجایی که من بودم توی خاورمیانه، توی ایران که بودم، مثلا توی جمع آدما همدیگه رو همش سرزنش میکردن، هر اشتباهی میشد همه سعی میکردن اشتباه همدیگه رو برجسته کنن. توی جمع این خیلی همدیگه رو تحت فشار قرار میدادن، خیلی مهربون نبودن آدما با همدیگه، پشت همدیگه دائما حرف میزدن و خیلی کارهای بدی رو در حق همدیگه میکردن. خب و این رفتار عمومی جامعه بودش و خب این رفتار عمومی جامعه باشه نشون میده که هیچ آموزه خوبی این آدم ها یاد نگرفتن که بتونه اینا رو متنبه کنه، تغییر بده، واقعا یه تغییر حس بشه تو جامعه. و یعنی به حرف زدن باشه، همه دینای دنیا به اندازه کافی حرفای قشنگ دارن و میگن، اون حرفایش فایده ای نداره. خب دنبال حرف نباید باشیم ما. خب ولی تو عمل میدیدم مثلا تو جامعه خودم همش چیزای منفی بود. خب و غیر از اونم حالا یه موضوع دیگه ای که مثلا میشه روش چیز کرد، گروه های مثبتی من تو جامعه خودم ندیدم، واقعا گروه هایی باشه که واقعا بیاد به خیریه مردم باشه، مثلا بیاد کمک کنه، اینا من اصلا ندیدم. خب ولی تو اروپا میبینی که بین مردم توی جمعی اگه شما مثلا یه چیز منفی بگین، همه بهتون میگن آقا پشت کسی حرف نزنید و بعدش هم اصلا نمیذارن که توی جمع شما مثلا کسی رو سرزنش کنی، سری برمیگردن سعی میکنن درستش کنن. خب و غیر از اونم کلی گروه های خیریه‌ای، گروه های مثبت شما میبینی که میاد مثلا به آدما کمک میکنه، مثلا توی این کمپ های پناهندگی، پناهجویی که مثلا مردم افغانستان و ایران توش هستش، کشور سوریه مردمش مثلا اونجا توی کمپن، میبینی که اروپایی ها میان گروه های خیریه تشکیل میدن، میان جورهای مختلف کمک میکنن، یه گروه میاد غذا میده، یه گروه میاد لباس میده، یه گروه میاد جمع میکنن رو هم دیگه میذارن، ریس فاندینگ میکنن، میان مثلا مواد بهداشتی میدن، همه جور کمک میکنن، میان حتی با بچه‌ها بازی میکنن، بچه‌ها سرگرم میکنن، آدما میان گروه‌های اجتماعی تشکیل میدن. این چیزا رو من توی اروپا دارم میبینم ولی تو خاورمیانه من هیچی ندیدم. خب این یه چیز خیلی ساده است، میشه با این مثال با یه ترفند ذهنی دین‌ها رو راحت شناخت و مقایسه کرد و دنبال جزئیاتش هم نیاز نداره ما بریم تمام مثلا اون آموزه‌های اون دین رو بیاریم دونه دونه با هم دیگه مقایسه کنیم، چون همشون حرفای خوب میزنن، شما هیچ حرف بدی توش کدوم نمیبینید، همشون دارن مثبت میگن. پس این یه روش درسته. و در آخر میخوام یک چند آیه از کتاب مقدس براتون بخونم تا بیشتر با کلام آرامش بخش آشنا بشیم. در کتاب مقدس در انجیل میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت، اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همون مسیح پسر خداست و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید. هان بر در ایستاده میکوبم، کسی اگر صدای مرا بشنود و در برویم بکشاید به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد و او با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. خب تا اینجا من ویدیو رو دیگه طولانی تر نمی کنم، توی کامنت ها برای من بگین که آیا این مثال برای شما جالب بود یا نه، آیا برای شما سوال ایجاد کرد در مورد دین های دیگه، و اگه علاقه دارین که بیشتر از این ویدیوها ببینین که ما در مورد دین میسازیم، شبکه من سابسکرایب کنین و زنگوله رو فشار بدین تا هر ویدیویی که من آپلود میکنم برای شما هم نوتیفیکیشنش دریافت بشه. همچنین در آخر ویدیو من دوتا از ویدیوهای خودم رو براتون میذارم که هر کدومو دوست داشتین کلیک کنین و ویدیوی بعدی باشه که میبینین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.